چاوانا تو دل چی لوشی مول چون بی؟ ساعتها می گذرد، هرچه فکر می کنم چیزی به ذهنم نمی رسد. راستی آنها زندگیشان را با این همه سختی چگونه سپری می کنند؟ باز هم قصه ما روستاهای دور از پایتخت است. این بار روستایی به نام دشتوک، روستایی که بیش از 20 خانوار دارد اما از آب آشامیدنی سالم خبری نیست. دختران زیبای بلوچ با دستان نحیفشان هر روز گالونها را پر از آب کرده و از پایین تپه به بالای تپه می‌برند. آنها هر روز قبل از اینکه به مدرسه بروند بارها و بارها این مسیر را طی می‌کنند. هرچند که زندگی آنها سخت است اما آنها این لبخند زیبایشان را از خود نگرفتند. مریم و مرثیه میگویند ما هر روز قبل از اینکه به مدرسه برویم 10 بار این گالونا را پر کرده و از پایین تپه به بالای تپه میبریم. راستش قلب مهربانی درد آنها را حس کرده بود و میخواست آنها را از این موزل دردناک نجات بدهد. با ما تا آخر این گزارش همراه باشید تا ببینیم این خیر بزرگوار چه کاری برای این کودکان کرده است. مرثیه با پاهای کوچکش باید قدم‌های زیادی بردارد تا به کپرشان برسد. نصف مسیر را با ماشین رفتیم و نصف دیگرش را با الاغ‌ها. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما عزیزان. همانطور که در تصویر ملاحظه کردید، انتقال آب شود برای اهالی دشتوک را داریم از توابع بخش آشار شهرستان مهرستان در استان سیستان و بلوچستان. قریب به 2500 متر، بیش از 2500 متر انتقال لوله به اهالی دشتوک را داریم. به همت و یاری خیرین عزیز این کار را میخوام انجام بدیم. با دعای خیر مردم انشالله بتوانیم یاریگر این عزیزان باشیم. 3 ساعت بعد آب چشمه هم آماده لوله کشی شده بود. آب سرگردان لوله ها بالاخره به خانه های کپری آنها رسید و اما تصویر زیبای آن شادی کودکانی بود که گویا در خواب بودند. تقدیر و تشکر میکنیم از همکاری و همیاری همه عزیزانی که در اینجا هم میبینید و خصوصا مردم گرم دشت و کمال تشکر و قدردانی را دارم. و نمیدانم دیگر این بچه ها بعد از اینکه از خواب بیدار شدن به چه فکر. ممنون که تا پایان همراه.